بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه کنکور در خانه از تلویزیون نگاه. امیدوارم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. روز گذشته بعضی تعریف ها مربوط به پولینوم را خواندیم و گفتیم افاده الجبری به دو نوع هست، یا پولینوم یا مولتینوم. اگر توان حروف عدد مکمل باشه او سوال به نام پولینوم یاد میگنیم، اگر توان حروف عدد مکمل نباشه او سوالا را به نام مولتینوم یاد میکنیم. مثال هسته 2x به توان 3 جمع 5x مربع منفی 4x جمع 1. ای افاده را ما در ریاضی به نام پولینوم یاد میکنیم. توان x ها توان حروف عدد مکمل هسته. اگر دهمی سوال توان یکی از حروف منفی باشه، x به توان منفی 2، باز این سوال به نام مولتینوم یاد میکنیم. این سوال دیگه پولینوم نیست. پس این نکته را توجه داشته باشید، اگر توان حروف عدد منفی باشه ما در ریاضی او را به نام مولتینوم یاد میکنیم. 5x مربع هست منفی 4x جمع 3. این سوال یک پولینوم هسته، این افاده یک پولینوم است. اگر توان سوال منفی 2 شوه یا منفی 10 شوه، باز در اون صورت او افاده را به نام مولتینوم یاد میکنیم. اگر توان عدد منفی نباشه، اگر توان یک عدد کسری باشه مثلا 3/5، باز او سوالم به نام مولتینوم یاد میشه. اگر توان سوال منفی بود یا در صورتی که توان سوال کسری باشه ما او را به نام مولتینوم یاد میکنیم. یا ممکن هست سوال ما به شکل کسری باشه، x/x-1، ما در ریاضی این افاده را به نام مولتینوم یاد میکنیم. اگر در مخرج حروف یا x بیایه او سوال مولتینوم هسته. یا در صورتی که زیر جذر حروف بیایه، 2x جمع 1 کل تحت جذر مثبت 5، این سوال هم در ریاضی به نام مولتینوم یاد میشه. پس مولتینوم 4 تا مشخصه داره، از 4 قسمت شناخته میشه که یک افاده پولینوم هست یا مولتینوم. اگر توان منفی باشه یا توان کسری باشه و یا در مخرج حروف شامل باشه و یا هم زیر جذر حروف آمده باشه، ما در ریاضی او افاده ها را به نام مولتینوم یاد می کنیم. این افاده ها دیگه پولینوم نیستن. خب باز افاده الجبری پولینوم یا مولتینوم هست. به همین ترتیب افاده میتونه ناطق یا غیر ناطق هم باشه. غیر ناطق، افاده ناطق کدام هست؟ افاده غیر ناطق کدام هسته؟ هرگاه صورت و مخرج سوال کسری هر دویشان پولینوم ها باشن ما او را میگیم ناطقه. اگر صورت و مخرج پولینوم ها باشه او را میگیم ناطق. اگر یکی از یا مولتینوم ها باشه اکثرا جذری، او را به نام غیر ناطق یاد میکنیم. مثلا 2x جمع 3 در ریاضی یک پولینوم هست، x مربع منفی x جمع 1 هم پولینومه، ای یک پولینوم، ای دیگه پولینوم. اگر همین سوال کسری باشه او باز دیگه پولینوم نیست، او مولتینوم هسته. یک افاده الجبری هست، ای افاده الجبری به نام افاده الجبری ناطق یاد میشه، به خاطری که دستورت و مخرج پولینوم ها شامل هست. به همین دلیل این افاده را میگیم افاده الجبری ناطق. اگر یک مثال دیگر را من نوشته کنیم، x مربع بر جذر x جمع 3، x مربع به تنهایی پولینوم هست ولی جذر x جمع 3 پولینوم نیست، مولتینوم هست. صورت پولینوم ولی مخرج مولتینوم. پس این افاده غیر ناطقه. افاده ناطق افاده ای هست که هم صورت و هم مخرج از او پولینوم ها باشه. افاده غیر ناطق افاده ای هست که در اون مولتینوم شامل باشه. پس این افاده یک افاده ناطقه ولی افاده غیر ناطق هسته.
x مربع جمع x جمع 3 یک سواله، مخرج نداره، مخرجش یک بوده. صورت پولینومه، یک هم پولینوم است. در درس بعدی میخوانیم پولینوم ثابت میگی میره. پس این سوال صورت و مخرجش پولینوم هست، پس افاده را افاده الجبری ناطق میگیم. اگر در مخرج جذر x میامد غیر ناطق میشد، وقتی که جذر x پولینوم نیست، یک مولتینوم هسته. خب پس مولتینوم را خواندیم و افاده الجبری ناطق و غیر ناطق را خواندیم. در این قسمت درجه مونوم ها را میخوانیم. درجه یک مونوم را چی رقم پیدا کرده میتونیم؟ خب درجه مونوم عبارت از توان حروف شامل در مونوم هسته. توان حروفی که در مونوم استفاده شده یا توان متحول ها ما واره به نام درجه مونوم یاد میکنیم. و درجه عمومی مونوم را هم دقت کنید، از جمع توان های حروف بدست میه. از جمع توان های حروف درجه مونوم بدست میایه. خب مونوم روز گذشته خواندیم. اگر یک سوال یک حد داشته باشه اون مونوم هست. مثلا 2x مکعب y به توان 5، ما در ریاضی سوال میگیم مونوم هست، یعنی یک دانه حد را داره. مونوم یک حده. درجه این مونوم نظر به حرف x خواسته. درجه نظر به حرف x، درجه نظر به حرف x. x سوال است که توانش 3 هست، پس درجه نظر به حرف x 3 هسته. 3 است. درجه ای سوال نظر به حرف x، نظر به y را باید گفته بتانید. نظر به حرف y، نظر به حرف y درجه سوال چنده؟ 5 است، بخاطری که توان y 5. و اکثرا در سوال از ما درجه عمومی را میخواه. میگه این سوال درجه عمومیش چقدر است؟ میگیم درجه عمومی این سوال 3 و 5 جمع میکنیم 8. درجه عمومی این سوال 8 است. درجه این مونوم نظر به x 3 هست و درجه این مونوم نظر به y 5 هست. درجه عمومی از جمع این دو توان بدست میاد. 3 و 5 جمع کردیم، حاصل جمع این دو عدد مساوی به 8 هست. حاصل جمع این دو توان مساوی به 8 بوده، به همین دلیل درجه عمومی این مونوم 8 است. یک سوال دیگر نوشته میگویم بعد دقت بیشتری شود در حل این سوال. منفی 3 x مربع y مکعب. یک سواله، گفته شده این مونوم یک مونوم هست، نظر به حرف، نظر به حرف ای درجه چنده؟ حرف ای اصلا در این سوال نامده، پس میگیم نظر به ای این سوال درجه صفر هست. نظر به حرف ای این سوال درجه صفر است. نکته را خوب متوجه باشید، اگر درجه مونوم نظر به یک حرفی خواسته شوه که او حرف در مونوم شامل نباشه، پس درجهش صفر میشه. دلیلش همی است، منفی 3، منفی 3 x مربع y مکعب سوالی که برای ما داده، نظر به حرف ای خواسته. میتونیم ای را علاوه کنیم ولی توانش صفر باشه و ما خواندیم که درجه مربوط به توان هست. وقتی که توان صفر هست پس درجه سوالم صفر است. این سوال پیشتر خواندیم، 2x مکعب y به توان 5، نظر به x این سوال درجه 3 بود، نظر به y هم درجه 5. اگر گفت این سوال نظر به a، نظر به b، نظر به c، نظر به p درجهش چنده، میگیم صفره، بخاطری که او حروف در این سوال اصلا شامل نیستن. خود درجه مونوم خوانده شده، حالی درجه پولینوم را میخوانیم. یک پولینوم از کدام طریق درجه را مشخص کرده میتونیم؟ درجه پولینوم 2x مکعب y مربع منفی 7x به توان 4 y به توان 2 منفی 5x مربع منفی 3 y. درجه این پولینوم خواسته شده. سوالی که این دفعه داده شده یک سوال 4 حده هست، یک پولینومه.
شما درجه مونوم را خواندید، از هر کدام ازی باید جدا جدا درجه را مشخص کنیم و جواب بزرگ درجه پولینوم را نشان میده. این سوال اگر 3 و 2 را جمع کنیم 5 هست. این سوال درجه 5 هست. این سوال اگر 4 و 2 را جمع کنیم 6 به دست می آید. این سوال درجه 6 را داره. این سوال x مربع، این سوال درجه 2 را داره، توانش 2 و این سوال y توان نداره، توانش 1، پس درجه 1 هست. هر مونوم را به صورت جدا درجهش مشخص کردیم. بزرگترین عدد در بین این اعداد 6 هست، 6. پس اتو میگیم، میگیم این پولینوم درجه 6 هست. درجه این پولینوم، درجه عمومی این پولینوم 6 هست. بخاطر اینکه مونومی که درجه زیاد داشت 6 هست. درجه یک پولینوم را چی رقم بعد از بیاریم؟ یک بار دیگه تشریح میکنیم. درجه هر مونوم را باید به صورت جدا پیدا کنیم. اول درجه هر مونوم را پیدا میکنیم. بعد از او هر کدام بزرگتر باشه او درجه پولینوم را برای ما نشان میده. اگر درجه ای پولینوم را نظر به x میخواست، نظر به x، بیشترین توان x را باید پیدا کنیم. اینجا 3 هست، اینجا 4 هست، اینجا 2 هست، اینجا هم x نداریم پس 0ه. x نداریم پس 0ه. زیادترین توان 4 شد، پس ای پولینوم نظر به x درجه 4ه. اگر نظر به حرف y درجه را میخواست، نظر به حرف y درجه سوال خواسته شود. اینجا y توانش 2 هست، اینجا y توانش 2ه، اینجا 0ه، y را نداریم. اینجا توان y 1 هست، بیشترین توان y 2 هست، پس نظر به y درجه 2، نظر به x درجه 4، نظر به y درجه 2 و درجه عمومی این سوالم 6 هست. خب پولینوم هموجن یا متجانس کدام نوع پولینوم هست؟ پولینوم هموجن یا متجانس 5x مربع y، ای یک مونوم درجه شبت بتانی پیدا کنی، درجه عمومی 3 هست. منفی 4x مکعب، ای دیگه حد سواله، درجه ای سوالم 3 هست. مثبت 2x y مربع، 3 حد است ای سوال. خب ای سوال x مربع و y آمده، x مربع و y، ای سوال درجه 3 هست، 1 و 2 جمعش 3 هست. ای هم خب فقط x مکعب آمده، ای هم درجه 3 هست و ای سوال هم اگه 1 و 2 را جمع کنیم درجه 3 به دست می آید. ای پولینوم تمام حدود ای سوال دارای درجه 3 هست، پس ای را میگیم پولینوم هموجن یا متجانس. پولینوم هموجن یا متجانس پولینومی هست، پولینومی هست که تمام حدود از او درجه های مساوی را داشته باشه. اگر تمام درجه ها مساوی باشه او را به نام پولینوم هموجن یا متجانس یاد میکنیم. از این قسمت در کنکور اکثر وقتا سوال میاد، در ولایات مختلف، در کابل، در هرات، در قندهار، در ولایات مختلف سوال میاد و سوال کمی فرق داره با سوالی که ما کار کردیم. یک سوال مشابه و سوالاتی که در کنکور آمده ما کار میکنیم. و اگر شما در مکتب در صنف 10 هستید، در بین درس ها هم همین رقم سوال و مثال ها کار شده. در تمرین های فصل اول کتاب صنف 10 که مربوط به پولینوم هستم همین رقم سوال ها آمده. 2x به توان 3، y به توان 5، منفی x به توان n جمع 1، مثبت y به توان n منفی 2، m منفی 2، یکش n جمع 1 میگیریم، یک توان دیگر m منفی 2 میگیریم. سوال به این صورت هسته، میگه برای کدام قیمت های m و قیمت های n، برای کدام قیمت های m و قیمت های n این یک پولینوم متجانس هسته. درجه سوال شما خوب دقت کنید، 3 و 5 که جمع کنیم 8 هست، 8. فقط توان ها را نوشته میگنیم. توان این سوال n جمع 1 هست و توان این سوال هم m منفی 2 هست، m منفی 2.
به خاطری که اولی درجه 8 بوده اولی، پس ای هم باید مساوی به 8 شوه و ام منفی 2 هم باید مساوی به 8 شوه. پس نوشته میگونیم ان جمع یک مساوی به 8، ان جمع یک مساوی به 8 و ام منفی 2 هم مساوی به 8 است. ام منفی 2 هم مساوی به 8 است به خاطری که اولی درجه 8 بوده پولینوم متجانس یا هموجن، پس دومی هم باید مساوی به 8 شوه، سومی هم باید مساوی به 8 شوه. این معادله هست ولی بسیار زیاد آسانه. اعداد رو او طرف ببر علامش تغییر میخوره. n مساوی به 8 هست منفی 1، از 8 که 1 را تفریق کنیم 7 باقی میمانه. پس قیمت n در این سوال مساوی به 7. اگر ما n را 7 قیمت بدیم متجانس میشه. سایگان 3 و 5 خود جمعش 8 شده. اگر درجه این 7 بانیم 7 جمع 1 هم مساوی به 8 میشه. و اگر منفی 2 رو او طرف ببریم علامش تغییر میخوره، میشه 8 جمع 2. 8 جمع 2 هم مساوی به 10 هسته. پس قیمت ام مساوی به 10 هسته. قیمت این 7، 7 قیمت گذاری هم کردیم، 8 به دست اومد. حالی ده را قیمت گذاری کنید. ده منفی دو شوه 8 میمانه. ای هم درجه 8، ای هم درجه 8، ای هم خو عددی جمعشان 8 پوره کرد. وقتی که هر سه از یا با همدیگه مساوی شد، پس این سوال یک پولینوم متجانس یا هموجن هسته. موضوع بعدی پولینوم ثابت هسته. ما یک پولینومی را که بدون متحول باشه، بدون حروف باشه، او را پولینوم ثابت میگیم. پولینوم، یک پولینوم میتونه پولینوم ثابت باشه یا پولینوم میتونه پولینوم صفری هم باشه. پولینوم ثابت و پولینوم صفری. پولینوم ثابت کدام پولینوم هست؟ اگر در یک پولینوم حروف یا متحول شامل نباشه او را پولینوم ثابت میگیم. پولینوم را به پی اکس نامگذاری میگنیم، مساوی به منفی 3. این پولینوم پولینوم ثابت هست. پولینوم ثابت پی اکس مساوی به 7. این پولینوم پولینوم ثابت هست. اگر در یک پولینوم متحول شامل نباشه او را میگیم پولینوم ثابت. اگر همی عدد ثابت 0 باشه او باز پولینوم صفری گفته میشه. مثلا پی اکس مساوی به 0، پی اکس مساوی به 0، به خاطری که عدد ثابت سوال 0 بود این را میگیم پولینوم صفری. پولینوم ثابت یک عدد هست. پولینوم ثابت هم عدده ولی او عدد فقط با 0 باشه، دیگه عدد نمیتونه نوشته شود. ولی پولینوم ثابت میتونیم هر عدد نوشته کنیم. حالی درجه پولینوم ها را، این قسمت در کانکور هم سوال آمده، درجه پولینوم ثابت چنده، درجه پولینوم صفری چند است. اگر در سوال پرسیده شد درجه پولینوم ثابت، درجه پولینوم ثابت چنده، درجه پولینوم ثابت 0 است، خوب دقت کنید. اگر پولینوم ثابت بود درجه از او 0 است، ولی اگر پولینوم صفری بود درجه از او تعریف نشده است. همین سوال کانکور بوده، گفته شده درجه پولینوم صفری چنده، بعضی شاگردا 0 انتخاب کردن، این قابل قبول نیست. درجه پولینوم صفری را میگیم تعریف نشده. دلیلش چی است؟ پولینوم صفری شما میتونید x، y هر حرف علاوه کنید ولی حتما با توانش 0 بگیرید. منفی 3 ضربه پس همون منفی 3 اولی شوه، به خاطری که توان 0 درجهش هم 0. ولی پولینوم صفری را شما در نظر بگیرید. من سه مثال نوشته میگونه 0 x مکعب، 0 ضرب x مکعب پس 0، ولی درجه سوال 3 هست. 3 0 x به توان 10 پولینوم صفری است، 0 ضرب x پس 0 ولی درجهش 10 هست. 0 x به توان 4، به خاطری که ما برای 0 x و هر توانی را داده میتونیم
به همین دلیل درجه سوال تعریف نشده، یعنی مشخص کدا نمیتونیم که کدام درجه را داره. این موضوعات مربوط به درس پولینوم بوده و شما میتونید سوالات مربوط به کار خانگی را از بخش تلگرام و صفحه فیسبوک به دست بیارید. تا برنامه بعدی که موضوعات مربوط به پولینوم ها را باز ادامه میدیم، از همه شما خداحافظی میکنیم. خدا حافظ و ناصرتان.